درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 16 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 26 دیماه سال 1402 خورشیدی. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشت آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اقدامات درمانی و به مدت یک هفته است و این دو با پایان مرخصی به زندان بازگردانده خواهند شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تلاشی دیگر برای گرم کردن تنور انتخابات از امامان جمعه خواست که مردم را به رأی دادن ترغیب کنند. به دنبال حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان، عراق سفیر خود در تهران را فراخواند. وزارت خارجه سوئد از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. دادگاه انقلاب کرج دو تن از بازداشت شدگان تجمعات فرهنگیان را به حبس و تبعید محکوم کرد. گلریز قهرمان بعد از متهم شدن به دزدی رسما از نمایندگی پارلمان نیوزیلند کناره‌گیری کرد. آمریکا تسلیحات ساخت ایران برای حوثی‌ها را کشف و ضبط کرده است. در گام اول برای تعیین نامزد حزب جمهوری‌خواه در آیووا، دونالد ترامپ اول و راند سانتیس دوم شد. ولادیمیر زلنسکی در دیدار با آنتونی بلینکن و جیک سالیوان از حمایت آمریکا از اوکراین استقبال کرد. و سریال وراثت با کسب 6 جایزه پیشتاز دوره 75 جوایز امی شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اقدامات درمانی و به مدت یک هفته است. فارس اضافه کرد که این دو روزنامه‌نگار با پایان مرخصی به زندان بازگردانده خواهند شد. الهه محمدی و نیلوفر حامدی روزنامه‌نگاران بازداشت شده هر کدام با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی و بعد از حدود 16 ماه روز یک شنبه 24 دی ماه موقتاً از زندان اوین آزاد شدند. یک روز بعد از آزادی آنها قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که به دلیل انتشار تصاویری از کشف حجاب آنها بعد از آزادی از زندان پرونده جدیدی برایشان باز کرده است. الهه محمدی در دادگاه بدوی به 12 سال حبس که 6 سال از آن قابل اجراست و نیلوفر حامدی به 13 سال حبس که 7 سال از آن قابل اجراست محکوم شدند. رأی دادگاه تجدید نظر درباره آنها هنوز صادر نشده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه 26 دی ماه در دیدار با امامان جمعه سراسر کشور که منصوب او هستند گفت باید از خطبه های نماز جمعه برای تشویق مردم به شرکت در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی استفاده کرد. به تأکید کرد که تشویق به حضور در میدان سیاسی مانند انتخابات کاری لازم است. رهبر جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را وظیفه و حق مردم دانست و افزود باید با عمل، روی خوش، زبان پاسخگو و حضور در جمع های گوناگون مردم را به حضور در صحنه ترغیب کرد. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات حوثی‌های شیعه تعریف و تمجید و دعا کرد که مجاهدت و مقاومت آنها تا زمان پیروزی ادامه پیدا کند. او گفت کاری که آنها در پشتیبانی از مردم غزه انجام دادند در خور تحسین است. اینها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه زدند و از آمریکا نترسیدند. در تازه ترین واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به نزدیکی اربیل، مقامات عراقی این اقدام را به شدت محکوم کرده و وعده دادند که این پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهند. عراق سفیر خود در تهران را ببخشید فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را هم احضار کرد. عراق همچنین کشته شدن پیشرو دزایی تاجر کرد عراقی را تایید کرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌های پی در پی از انهدام مقر جاسوسی موساد در اربیل کردستان عراق و همچنین یک مرکز داعش در سوریه با 24 پروند انواع موشک بالستیک خبر داد. مقامات محلی اقلیم کردستان عراق کشته شدن 4 تن را تایید کردند.
بنا به این گزارش ها 6 تن دیگر هم در این حملات مشهور شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از قاسم آراجی مشاور امنیت عراق ادعاها درباره هدف قرار گرفتن مقر موساد در اربیل آنگونه که سپاه پاسداران مدعی شده را رد کرد. او گفت که در مورد ادعاهای حضور مقر موساد اسرائیل ما از خانه بازدید کردیم و هر گوشه آن را بررسی کردیم و همه چیز نشان می‌داد که خانه خانوادگی یک تاجر عراقی است. آمریکا هم پیشتر حمله سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به شمال عراق را بی‌پروا و غیر دقیق توصیف کرده است. اسرائیل هنوز در این باره اظهار نظری نکرده. عبور و مرور هوایی هم بر فراز اربیل متوقف شده است. وزارت خارجه سوئد از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. به گفته وزارت خارجه سوئد، این شهروند سوئدی در دهه 20 زندگی خود است و در نخستین روزهای سال جدید میلادی بازداشت شده است. بر اساس ایمیلی که وزارت خارجه سوئد به خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ارسال کرده، این وزارتخانه با تاکید بر اینکه نمی‌تواند جزئیات بیشتری از هویت فرد بازداشتی را افشا کند، اعلام کرده که سفارت سوئد در تهران برای پیگیری وضعیت این شهروند بازداشتی با مقامات محلی در تهران در تماس است. در اوایل بهار سال 1401، کمی بعد از آنکه مقامات قضایی سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کردند، بازداشت و تشکیل پرونده برای شهروندان سوئدی توسط جمهوری اسلامی شدت گرفت. دادگاه انقلاب کرج 2 تن از بازداشت شدگان تجمعات فرهنگیان در تهران، فاطمه تدریسی و مریم جلال حسینی را به طور جداگانه به 6 سال 7 و 2 سال تبعید محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فاطمه تدریسی به 2 سال تبعید به زنجان و مریم جلال حسینی به 2 سال تبعید به ایلام محکوم شدند. اتهامات این دو شهروند از جمله اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت، تبلیغ علیه حکومت، توهین به خامنه‌ای و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت عنوان شده است. روزنامه اعتماد در واکنش به محکومیت این روزنامه به دلیل انتشار بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب، امروز 26 دی ماه در مطلبی تحت عنوان جرمش این بود که اخبار هویدا می کرد نوشت: وقتی یک قانون مرتبط با مردم است و مخاطب آن زنان کشور هستند، نباید این قانون محرمانه اعلام شود. مدیر مسئول روزنامه اعتماد با تاکید بر این موضوع نوشته است که مهر محرمانه در ایران لوس شده است. این روزنامه در شماره امروز خود در واکنش به رأی هیئت منصفه علیه این روزنامه، متن دفاعیات وکیل اعتماد در دادگاه را هم منتشر کرده است. ایران دانشمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید.
برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. گلریزه قهرمان نماینده ایرانی تبار پارلمان حزب سبزها در پارلمان نیوزیلند که به دزدی از مغازه متهم شده در بیانیه اعلام کرد که از نمایندگی در این نهاد کناره گیری می کند. خانم قهرمان در این بیانیه که سه‌شنبه منتشر شد بدون اشاره به اتهامات وارد شده به خود گفت که مشکلات روحی و فشار عصبی ناشی از کار باعث شده که او اقداماتی دور از شخصیت خود انجام بدهد. او نوشته است که حق مردم است که بالاترین سطح رفتار را از نمایندگان منتخب خود توقع داشته باشند و من این توقع را برآورده نکردم. متاسفم، این رفتاری نیست که توضیحی برای آن داشته باشم، چون به هیچ وجه عقلانی نیست و بعد از ارزیابی پزشکی متوجه شدم که حالم خوب نیست. رسانه‌های نیوزیلند پیش از این خبر داده بودند که خانم قهرمان به دزدی از فروشگاه لباس اسکاتیز بوتیک در شهر اوکلند و مغازه دیگری در شهر ولینگتون متهم شده است. یک مقام دولتی در ایران خبر داد که 285 مدرسه در استان اصفهان تحت تأثیر فرونشست زمین قرار گرفتند. مدرسه های 5 استان دیگر شامل تهران، خراسان رضوی، یزد، فارس و قزوین هم شدیداً در معرض آسیب این پدیده هستند. مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تشخیص مدارس کشور، اخیراً به خبرگزاری ایلنا گفته است که 44 مورد از 10 مدرسه‌ای که در اصفهان تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار گرفتند، آسیب دیدند. 14 مدرسه پایش و تعدادی از آنها تخلیه شدند. اواخر مرداد امسال حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، از تخلیه چندین مدرسه در اصفهان به علت فرونشست زمین خبر داده بود. او با این وعده که مدارس تخلیه شده بازسازی و مقاومت‌سازی خواهند شد گفته بود که در خصوص فرونشست بیشترین چالش در اصفهان بوده، اما در تهران هم موارد محدودی گزارش شده است. عبداللهی در مصاحبه اخیر خود یادآور شد که حدود 24 استان در کشور به طور جدی با پدیده فرونشست مواجه هستند. گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت میگوید 13.9% از مرگ‌های طبیعی ایران به دلیل آلودگی هواست. عباس شاه‌سمنی، رئیس این گروه، روز سه‌شنبه 26 دی ماه به مناسبت هفته هوای پاک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که تهران رتبه 19 را از نظر غلظت ذرات معلق بین بدترین پایتخت‌های کشورهای جهان دارد. آقای شاه‌سمنی در ادامه به این خبرگزاری گفت که میانگین غلظت ذرات معلق در ایران 7.6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت و بیش از 3 برابر استاندارد ملی کشور است. مقامات دفاعی آمریکا گفتند که نیروهای نظامی این کشور در یک مأموریت اخلال در قاچاق سلاح به شورشیان حوثی یمن از یک لنج در نزدیکی آب‌های ساحلی سومالی کلاهک‌های موشکی ساخت ایران و اجزای مرتبط با آن را کشف و ضبط و سپس لنج را غرق کردند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروی دریایی سنتکام 11 ژانویه سال 2024 در حین یک عملیات راستی آزمایی پرچم در شب یک لنج را که مشغول حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کمکی مرگبار پیشرفته از ایران به حوثی‌های یمن بود توقیف کردند. نیروهای دریایی ایالات متحده لنج توقیف شده را ناامن تلقی کرده و آن را غرق کردند. وضعیت 14 خدمه لنج بر اساس قوانین بین المللی مشخص می شود. به گفته سنتکام، ارسال این تسلیحات به حوثی ها در حالی است که آنها به کشتی های تجاری در دریای سرخ حمله می کنند. در این عملیات دو نیروی ویژه آمریکایی ناپدید شدند. امواج بلند دریا یکی از آنها را از روی نردبان متصل به شناور به آب انداخت و دیگری هم طبق پروتکل برای کمک به همکار خود به آب رفت. عملیات برای یافتن آنها ادامه دارد. اولین گام برای تعیین نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده با پیروزی دونالد ترامپ در انجمنهای حزبی در ایالت آیوا همراه شد. پیروزی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در آستانه رقابت بعدی در ایالت نیوهامپشایر حاکی از شروع قوی او در رقابت برای نامزدی ریاست جمهوری جمهوری خواهان در انتخابات سال 2024 است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در رقابت دوشنبه شب راند سانتیس فرماندار فلوریدا در جایگاه دوم نسبت به نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد قرار گرفت. هیلی به مقام دومی که انتظارش را داشت نرسید، اما به حاضران در آیوا گفت که ایستادگیش نشان می‌دهد که کمپین او شتاب زیادی گرفته است. در تحولی دیگر، ویوک راماسوامی دیگر نامزد جمهوری خواه بعد از پایان ناامید کننده در رقابت‌های انتخاباتی آیوا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا حمایت کرد و از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفت. کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی در کارولینای جنوبی از رای دهندگان سیاه‌پوست خواست برای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به این حزب بپیوندند. معاون جو بایدن روز دوشنبه همزمان با تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ رهبر کشته شده حقوق مدنی برای برابری سیاه‌پوستان در مراسم راهپیمایی و دعای سالانه گروه طرفدار مارتین لوتر کینگ گفت رئیس جمهور بایدن و دموکرات ها برای محافظت از حقوق آمریکایی ها در برابر جمهوری خواهان به کمک رای دهندگان سیاه‌پوست نیاز دارند. خانم هاریس شیوع خشونت با اسلحه را یکی از تهدیدات جدی جامعه آمریکا دانست و به نقل از بیوه فقید مارتین لوتر کینگ گفت آزادی هرگز به طور واقعی به دست نمی آید. شما آن را کسب می کنید و این مبارزه نسل به نسل است. طبق نظرسنجی‌های اخیر افکار عمومی، محبوبیت جو بایدن در نزد رای دهندگان سیاه‌پوست که از دیرباز حامی حزب دموکرات بودند، رو به کاهش است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه،
تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه شنبه در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با دو مقام ارشد دولت جو بایدن، آنتونی بلینکن و جیک سالیوان درباره همکاری دفاعی اوکراین و ایالات متحده گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت که طرفین بر اهمیت ببخشید دفاع هوایی و قابلیت‌های دوربرد برای اوکراین تاکید ویژه داشتند. رئیس جمهوری اوکراین در این ملاقات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید را از وضعیت میدان نبرد، برنامه سال میلادی جاری و ابزارهای مورد نیاز کیف برای تحقق آن آگاه کرد. اوکراین تلاش می‌کند تا تولیدات نظامی داخلی خود را افزایش بدهد ببخشید تا ضمن اطمینان از تأمین تدارکات پایدار کمتر به شرکای خارجی خود وابسته باشد. 75 دوره جوایز ایمی صحنه درخشش سریال وراثت در بخش آثار تلویزیونی درام و مجموعه بر در بخش کمدی شد. این دوره از جوایز پرایم تایم ایمی که مهمترین رویداد تقدیر از محصولات تلویزیونی در آمریکاست و باید در سال گذشته میلادی برگزار می‌شد، به دلیل اعتصاب دو صنف بازیگران و فیلمنامه‌نویسان با 4 ماه تأخیر شامگاه دوشنبه 25 دی ماه در شهر لس آنجلس برگزار شد. سریال وراثت محصول شبکه HBO برای فصل 4 و پایانی خود 6 جایزه از جمله بهترین سریال رشته درام را برد و همچنین جوایز بهترین بازیگر زن و مرد همین رشته را برای سارا سنوک و کیران کالکین به همراه آورد. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.